بسم الله الرحمن الرحیم کم کم غروب واقع از راه می رسید یک زن میان دشت سراسی می دوید این خیمه ها نبود که آتش گرفته بود آتش میان سینه او شعله می کشید راهی نمانده بود برایش به غیر صبر باید دل از عزیز سفر کرده میکشید. کشید مردی که رفت و از سر نی حس بودنش قطره به قطره سرخ و غریبانه می چکید آن مرد رفت و واقعه را دست زن سپرد باید هماسه پشت هماسه می آفرید با سلام به همه شما بینندگان عزیز و گرامی و قبولی تاعت عبادات ازاداری های شما در ماه سفر و ایام سوگواری و ازاداری بر سرور و سالار شهیدان و همچنین ایام اسارت خاندان اهل بیت. امشب شب شهادت دختر سه ساله امام حسین حضرت بیبی بی رقیه سلام الله علیها هم هست تسلیت ارز می کنم این مصیبت را به همه شما شیعیان ازاداران آن بیبی بی و در خدمت شما هستم با برنامه مصباح الهدا که به طور زنده و مستقیم از شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما عزیزان می گردد بینندگان محترم دقت داشته باشید شما می توانید این برنامه را از طریق درگاه فیسبوک از طریق سایت آپارات و همچنین از طریق یوتیوب دنبال کنید و حتی در اینترنت اگر جستجو کنید فارسی دری هادی تیوی فارسی دری می توانید برنامه ها را مشاهده کنید و همچنین پیام ها و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید خوبان همراه استفاده می کنیم از حضور کارشناس محترم برنامه جناب استاد هاشمی با موضوعی که بسیار مرتبط است به این شبها و روزها و او هم موضوع صفات مؤمنین در قرآن یا نشانه های ایمان هست خواهش میکنم با ما همراه باشید عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد گرامی و تشکر از اینکه قبول زحمت میکنید و ما از بیانات شما استفاده کامل و وافی را میبریم خواهش میکنم تا که صحبت میکنیم راجع به صفات مؤمنین در قرآن با بینندگان سلام علیک داشته باشید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته بسم الله الرحمن الرحیم <تصفح> الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام على رسول الله الامین الذي بعث رحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعاديهم من الآن إلى يوم الدين سلام رحمة خداون برشما بين عزيز وهم رهان جرامي إن برنامه لحظات شما نورانی به نور ایمان و کلمات قرآن و استفاده از اطرت و وحی الهی باشد لحظات و ایام و لیالی متعلق است به اهل بیت اسمت و تهارت و رسالتی را که اسیران کربلا بر دوش داشت و رنج را که اون مجموعه برای احیای دین جدشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایفا می کردن امیدواریم که ما نیز در راستای همان رسالت گام های لازم را برداریم و همراه با اسیران کربلا و همراه با پیام نهزت کربلا همسو باشد زندگی ما و به تعبیر اون دعا حیات زندگی و مرگ ما بسان مرگ و زندگی آنان باشد انشاءالله الله بسیار ممنونم از شما جناب استاد از جمله اولین صفات مؤمنین را که شما با اشاره به <applause> آیات ابتدایی سوری بقره بیان کردید مسئله ایمان به غیب هست الذین یؤمنون بالغیب صحبت در مورد غیب بود که فرمودید غیب مطلق داریم و غیب نسبی داریم و موارد اینها را داشتید بیان میکردید که برنامه قبلی به پایان رسید اینک شما و بیان ادامه مطالب راجع به اولین صفات مؤمنین یعنی ایمان داشتن اونها به مسئله قیب بله بسم الله الرحمن الرحیم چنانکه که اشاره فرمودید نخستین رکن ایمان عبارت هست از باور داشتنی به موجود غیبی به عنوان آفریدگار و خالق عالم درست در این خصوص توضیحاتی داده شد که خداوند از این نظر غیب است که با حواس انسان قابل درک نیست در برابر اون چیزهایی که ما اونها را با حواس خودمان درک میکنیم اشیایی نیست که با حواس ما درک میشود بر دو دسته هستند بعضی همین اشیایی مشهود نیز غیب به شمار روند غیب نسبی تاریخ گذشته انسان ها آینده انسان غیب نسبی هستند با اینکه در زمان خودشون جزء غیب نبودن کسانی که عرض کردیم در زمان پیامبران الهی میزیستن در زمان حضرت آدم میزیستن و ایشون رو میدیدن غیب نبود ولی قرآن کریم اینها رو در شمار غیب میداند زمانی که قصص قرآن را ما مرور بکنیم خداوند به پیغمبرش میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک قصص پیامبران را غیب بر اونها اطلاق میکند اینها غیب نسبی هستند یعنی ما به حواس خود ما فعلا به اونها در ارتباط نیستیم و اونها را درک نمی کنیم یعنی واسه تو ولی غیر از حواس حتی اون چیزهایی که از جمله معقولات هست که به بق... عقل ما نرسیده است یعنی با تعقل خود ما به او دست پیدا نکردیم و از طریق وحی الهی آگاه و مطلع شدیم اونها را اونها هم می شود جمله قیب حساب شوند برخ امور باز غیب نسبی هستند از همین مقوله ای که حضرت عالی فرمودید مثلا جن مثل فرشتگان که انسان تا زمانی که در این عالم هست با خصوصیات فیزیکی این عالم در ارتباط هست نمیتواند فرشتگان را ببیند و یا جن را در حالت عادی که به تعبیر قرآن کریم یکی از موجودات عالم هستی این دو گروه موجودات هستند جنیان و فرشتگان اونها برای ما در حالت عادی قابل درک با حواس نیستن درست. ولی چون سخن صادقی و گوینده ای که ما صد درصد اطمینان داریم به صداقت آن به ما خبر میدهد به اونها ایمان می آوریم درست. البته در همین دنیا باز کسانی هستند که بر اساس اعطای یک قوه و ادراک بالاتر از سطح معمول انسان ها توان ارتباط با فرشتگان را دارند و نسبت به اونها غیب به حساب نمی و یا زمانی که انسان از این عالم رخت بر می بندد. یعنی مرحله بالاتر از حیات برای انسان دست می دهد حالت مرگ که در تعبیر قرآن کریم حیاتی است به متا بالاتر از این حیات در اون زمان الذین تتوفاهم الملائكه طیبین یقولون سلام عليكم ادخل الجنه بما کنتم تعملون آیات سوره مبارکه نحل و آیات دیگر قرآن کریم برای ما نشان میدهد که این سنخ موجودات غیبی امور غیب نسبی هستن. یک زمانی برای انسان مکشوف می شود و قابل ارتباط اما غیب مطلق ذات احدیت است شاید کامل ترین مستاق و یا تنها مستاق غیب مطلق ذات احدیت است و به همین دلیل است که این غیب بودن سبب می شود که اساسی ترین رکن دین به حساب بیاید و تأکید شود روی آن زیرا که ما انسان ها معمولا با محسوسات و با مشهودات و مدرکات حسی در ارتباط هستیم موجودات که به حس ما نیاید باور کردن اون برای ما قدر سنگین است و تأکید قرآن کریم به این که به این غیب مطلق ایمان بیاورید تأکید بر یک پندار و بر یک وهم نیست زیرا که خداوند درست است که غیب است ولی غیب است که ظهورش در تمام عالم پیداست به تعبیر دیگر از فرد ظهور مخفی و غیب است زیرا شما به تعبیر امام علی علیه السلام ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله وبعده و بعده و معه من به هیچ چیزی و پدیده در این عالم نمی نگرم مگر این که خدا را در اون میبینم زیرا که یک رابطه تنگاتنگی است بین علت و معلول و بین اثر و مؤثر و اثر چه بسا خود اون مؤثر است و معلول سنخ از علت است البته اون سنخیتی که ما بین علت ها و معلول های مادی میبینیم با اینجا متفاوت است ولی عالم تبلوری ذات احدیت است بنابراین از این جهتی که ما میگوییم غیب مطلق به این معناست که ذات احدیت را مثل اشیای دیگر لیس که مثله شی و هو معکم اینما کنتم هر جا که انسان باشد خداوند با او هست این گونه غیب در واقع قدری با فهم معمولی ما در ابتدای امر ممکن است که ناسازگار باشد چطور هستی هست که غیب است به دلیل اون که اگر خداوند خصوص مشهودات یک سری لوازم و یک سری صفاتی دارد که اگر این صفات در وجود اون شی نباشد مثل محدودیت مثل رنگ مثل زمان مثل مکان کمیت کیفیت اگر اینها نباشد انسان نمیتواند با او ارتباط برقرار بکند ما این فضا را اگر میبینیم به خاطر خصوصیاتی که عرض شد میتوانیم درک بکنیم یا صدا را و همین گونه اشیای دیگر را و خداوند چون همانند مخلوقات خود نیست لذا برای ما قابل درک نیست به هر صورت ایمان به غیب نخستین رکن ایمان است و منظور از غیب هم غیب مطلق است البته ایمان نمید. به غیب های نسبی هم مطرح است در قرآن نمید. کریم مثل اون جایی که میفرماید ببخشید آمن الرسول به منزل الیه من ربه و المؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله این های ایمان به غیب هستن نمید. ایمان به غیب نسبی ایمان به پیامبران پیشین به کتاب های پیشین کتاب به فرشتگان به خود پیغمبر و به وحی و نفس این که این شخص ارتباط با خداوند دارد خود این هم غیب است برای ما چون ما کیفیت وحی را نمیدانیم اما ایمان به وحی باید داشته باشیم ایمان این که این قرآن از جانب خداوند است این جیل از جانب خداوند است تورات از جانب خداوند است تمام این 124 هزار پیامبر از جانب خداوند دارای رسالت و مأموریت هستند لا نفرق و و بین احد من رسله تمام اینها به نوع غیبا ولی اون غیب مطلقی که به عنوان رکن و پایه ای ایمان به شمار می رود رکن اساسی ای ایمان غیب مطلق است و باور به وجود آفریدگار عالم در این بحث, بحث رو اگر خیلی زیبا هست که خداوند متعال هنر مردان خدا را ایمان به چیزی می داند که نمی بینند و حس نمی کنند و این حقیقتا یک صفت بسیار پسندیده است برای یک شخص مؤمن چرا که در بعضی از آیات دارد که اونهایی که کافر هستند و ایمان ندارند به این قیب درخواستهای داشتند که قرآن به زیبایی بیان میکند از پیامبر درخواست میکردن که چرا تو با ما سخن میگویی؟ چرا خداوند با ما سخن نمیگوید؟ بله. و یا درخواست میکردن که چرا فرشته بر ما ظاهر نمیشود که ما این فرشته را ببینیم به اصطلاح از حالت غیب خارج شود برای ما مشهود باشد و یا میگفتن چرا قرآن به صورت یک کتاب یک جا برای ما نازل نمیشود بله. تمام این جملات که این کافران میگفتن نشان دهنده این هست که خلاصه و نتیجهشی می شود که ما به غیب ایمان نداریم بله. ما به چیزی بله. ایمان میآوریم که ببینیم ولی خداوند میفرماید که مؤمن هنرش در این هست که باید حتما به غیب ایمان بیاورد بله بسیار جالب است که در امتداد فرمایش شما خداوند از زبان قوم موسی علا نبی و و علیه و نقل می کند که یکی از مهمترین خواسته های اونها این بود که خدا را ببینیم نشان بده برای من خدایی رو که تو از جانب او مبعوض شده ای و من عرض کردم در یک برنامه این در زمانی بود که موسا این جماعت را از چنگال فرعون نجات داده بود و بر اساس وعده ای همون خداوند که ما شما رو بر اونها پیروز میکنیم فرعون با اون همه امکانات و تجهیزات نظامی و امکاناتی را که در اختیار داشت امکانات مادی یک تنه و یک عصا و به یک لباس پشمینه شکست داده بود و در حضور خود همینان دریا شق شده بود و فرعونیان غرق شده بود و بنی اسرائیل نجات پیدا کرده بود و هر اون که از میراث و امکانات مصر باقی مانده بود در اختیار بنی اسرائیل قرار گرفت با همه اینها حکایت از یک نوع نگاهی پایین و فرودست انسان دارد قرآن کریم که با همه دیدن نشانه های خداوند و جلوه خداوند در لحظه لحظه اینها باز هم اینها منتظر آن بودند که ببینن. حضرت موسی ببینند و در همون زمانی که حضرت موسی به کوهی تور رفت اونها یک خدای مجسم را گوساله سامری را شروع کردن به پرستش کردن و این یکی از مشکلات انسان هست مشکلات انسانی که حسنگر است و پیش با بین است و سطح نگر و در اون زمان در جواب هم خداوند به حضرت موسی می که لنترانی یا موسی حضرت موسی این رو از زبان قوم خود ناقل بود از اون طرف پیام می آورد و از این طرف پیام می برد که فرمود که خدایا ما را نشان بدی خود را که به تو نگاه کنیم جواب آمد که لنترانی ترانی یا موسی این گونه نبود است که خود حضرت موسی علی علیه الصلاه و السلام استدعا کرده باشد که من تو را ببینم چون این با شعنی پیامبری سازگار نیست مگر اینکه پیامبری خود را باور نداشته باشد نعوذ بالله کافری به پیامبری خود می بود در این صورت این خواسته و تقاضا درست می بود این خواسته خواسته ای قوم خود قومیشون بود که منتقل کرد به خداوند و گروهی از قوم هم که با خداوند رفته بودند جواب شنیدند که لنترانی موسی که ننظر این ال جبل حکایت از این دارد که تمام هستی جلوگاه من است تو به هر چیزی که بینگری مرا میبینی من این طور غایب نیستم که اثری از من وجود نداشته باشد غایب آن است که هیچ نقشی و اثری و رد پای از او وجود نداشته باشد می شود یک موجود خیالی و یک موجود مبهم به همین دلیل اون سخنی را که از امیر سخن مولا علی علیه السلام نقل کردم از ایشون سوال شده بود که شما خدا را که عبادت میکنی آیا میبینی و ایشون در جواب فرموده باشد که من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم ولی انسان اشیایی را با حواس خود میبیند و اشیای خیلی مهمتر را با عقل خود در مییابد، مشکلترین محاسبات ریاضی و فیزیک و مهمترین قواعد عالم را انسان با چشم نمیتواند حل کند یا بفهمد یا حل کند بلکه با عقل انسان و با اون نیروی در چشم و بصیرت انسان اونها را میبیند و حل میکند و بعد اینجا بود که ایشون فرمود که بله من میبینم و به همین دلیل که گفت چطور شما میبینید گفت ما رایتو ای ایتو من هیچ چیز را نمیبینم مگر این که خدا را قبل از او و بعد از او و همراه او میبینم بعد این ترتیب است که ما ایمان به غیب به عنوان رکن اولیه ای ایمان و اعتقاد داشتن و باور داشتن به گونه ای که قلب ما و نهاد ما گره بخورد الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبد الشیطان و ان اعبدونی و لا الشیطان انه لکم عدو مبین این میثاق فطری یعنی در وجود انسان چون این میثاق بین خداوند که گاهی تعبیر می شود به عالم الست یا عالم زر الست و بکم قالو بلا در فطرت و وجود انسان این پیمان باید زنده بماند البته تعابیر مختلف است به عنوان اعتقاد هست ایمان هست پیمان هست عهد هست تمام اینها یک تعبیر فطرت هست فطرت الله التي فطر الناس علیها تمام اینها حاکی از این است که انسان در باور و در قلب خود و در نهاد خیش اگر وجود چنین خالقی را باور داشته باشد این از یک نظر ایمان به غیب است اعتقاد است عهد با خداوند است پیمان الست است و بقای بر فطرت اما اگر انسان این نخستین رکن را کافر شد به او یعنی روی او را پوشاند و نادیده گرفت نخستین رکن ایمان را چون این شخصی ندارد و جدا می شود بین مؤمن و کافر از نظر باور و از نظر اعتقاد یا از نظر چیزی که ما به نام عهد و یا پیمان, پیمان فطرت می نامیم مرحله بعد از این بحث ما در گذشته عرض کردیم که ما در این عالم با جوانب مختلفی در ارتباط هستیم و ایمان در همین چهار جانب تعریف می شود بله. ارتباط اولش خداوند است که ما او را باید بپذیریم تحت عنوان ایمان به غیب ایمان به غیب امر قلبی است ولی اقرار به زبان دارد یعنی این ایمان به غیب باید به زبان انسان هم تبلور پیدا بکند بله. و از طرف دیگر در رفتار انسان یعنی عملی برکان نیز هست لذا ما بعد از اصل اولیه ای ایمان به غیب به این میرسیم که اقرار به زبان در ایمان و اقرار به زبان یک انسان مؤمن چه جلوه دارد نخستین جلوه اون اقرار به شهادت این است اشهد الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علاوه بر این آیا نشانه های دیگری برای اقرار به زبان و صفات دیگری برای مؤمن وجود دارد یا خیر یکی از مهمترین نشانه های ایمان و صفات مؤمن در بخش اقرار به زبان در فرهنگ قرآنی دعا هست و نیایش در برابر اون موجود غیبی که انسان او را غیب نمی داند و حاضر و ناظر و با خود می داند. و هو معکم اینما کنتم و نحنو اقربو الیه من حبل الورید زمانی که این پای سنگ گذاشته شد یکی از نشانه های اون این است که این انسان با او علاوه بر ارتباط قلبی ارتباط زبانی هم پیدا می کند و این ارتباط زبانی اول اقرار است که تو هستی اشهد الله اله الا الله اقرار به وحدانیت و البته صفات دیگری هم خداوند دارد که این صفات دیگر را در قالب ادعیه می شود برشمرد و لذا از کار هم هست و از, از کار حسوس. و ادعیه بله, بله. ولذا قرآن کریم در این زمینه داد سخن داده است یعنی بخشی از فخیمترین و ارجمندترین آیات قرآن مربوط به دعاست یک بخش مربوط به ترغیب به دعا کردن هست تشویق به دعا کردن یعنی زبان انسان را وادار کردن به ارتباط با اون موجود غیبی و با اون موجوده که انسان به او ایمان آورده است تو باید ارتباط زبانی خود را با اون داشته باشی ارتباط زبانی البته که گفته می گاهی گای دعا به قلب هم صورت می گیرد و به زبان هم صورت می گیرد ولی آیات قرآن را اگر نگاه بکنیم می بینیم که در مواردی هست که بگو این طوری یعنی روی ارتباط زبانی و گفتار این گفتار این ایمان قلبی را هم ظاهر تقویت می کند و اون ایمان قلبی باعث زیاد ذکر گفتن و دعا کردن می شود استاد از شما یک اجازه می خواهم که یک سراحتی داشته باشید و بینندگان عزیز هم میان برنامه را ببینن برمیگردیم بله. و برمی گردیم با ادامه برنامه مصباح الهدا در خدمت شما عزیزان هستیم با ذکر این عبارت زیبا از سید و ساجدین و زین العابدین امام سجاد علیه السلام که فرمود از جمله عبادات نگاه کردن به صورت برادر مؤمن از روی علاقه و محبت است و چقدر زیباست دینی که چنین های زیبایی را دارد برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم سه سالگیش بر مدار آشورها میچرخد. اتفاقی که تنین خنده های کودکانش را به قارت میبرد در ش می ماند و میگذرد. فراد از چشمانش مهاجرت میکند گرچه سه سال بیشتر ندارد اما صد سال شکایت از این اندک سال دارد. شکایت هایی که تا به باز گفتنشان را ندارد، بغزها روی هم جمع شده است و یک باره می خواهد فوران کند سه سال بیشتر ندارد اما صدای گریش خواب آسوده یک شهر را برهم می زند و چقدر زود صدایش خاموش شد رقیه نجیب ای محتاب شبهای الفت حسین ای مظلوم ترین فریاد خسته گل پدر و انیس رنج های امه رقیه رقیه کوچک یادگار تازیانه های نینوا سیل سیلی کربلا دستهای های کوچکت هنوز بوی نوازش های پدر را میداد و نگاه های محسوم و چشمان خستد نور امید را به قلب اممی تاباند بمان که بی تو گلشن خزان دیده بیت دیگر بوی بهار را استشمام نخواهد کرد تو نوگل بهشتی تو فرشته زمینی پس بمان که کمر خمیده امه مصیبتی دیگری را تاب نخواهد آورد تو چقدر سر بلند بیرون آمدی از دردها و دلتنگی ها صبر را از چه کسی به ارث برده بودی نمیدانم اما ایمان هم پای تو بزرگ شده بود وقتی میان خون و آتش صدای گریت دل سنگ را می و پاهای تاول زدد سختی ها را گلایه می کرد همه چشم ها کور بودند و دلها سنگین تر از آن بود که بار سنگینی دلت را سبکتر کند سلام بر تو که در خنکای لبخند حسین علیه السلام رها بودی سلام بر کوچکی گام هاید. سلام بر تو که آتش کوتاه تر از دامنت نیافت بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان همراهان برنامه مصباح الهدا خواهش میکنم که هر انتقاد، پیشنهاد، نظرات سازنده و یا احیانا سوالاتی که دارید از طریق پلهای ارتباطی برنامه و همچنین از طریق نرمافزار واتساپ با این شماره با ما در میان بگذارید شماره مثبت 964 780 255 40 13 و اما گفتگو میکردیم با جناب استاد هاشمی پیرامون صفات مؤمنین در قرآن که جناب استاد رسیدیم به این موضوع که یک تقسیم بندی زیبا داشتید شما درباره چهار نوع ارتباطی که انسان دارد با خداوند با خود با مردمان دیگر و با جهان و طبیعت پیرامون خودش و ایمان باید در هر چهار بود این چهار قسمت تبلور پیدا کند و بروز پیدا کند و اما هر کدوم از این چهارتا رو فرمودید خب ایمان سه شاخه دارد که اقرار به قلب هست ایمان به قلب اقرار به زبان و همچنین عمل به اعضا و جواره هست که اگر این سه رو در او چهار ضرب کنیم دوازده شعبه و دوازده قسمت پیدا میکند و اما در مورد ارتباط اول که ارتباط انسان با خدا هست ایمان قلبی رو بیان کردید که ایمان به قیب باشد قیب مطلق و رسیدیم به بخش دوم اقرار به زبان در مورد خداوند متعال که فرمودی دعا و ذکر هست ادامه مباحث رو از زبان شما میشنه. بله سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم به درستی اشاره فرمودید که ما زمانی که از صفات مؤمنین و یا نشانه های ایمان سخن میگوییم این صفات و نشانه ها را ما باید در سه حوزه پیگیری بکنیم یکی در باور و در گفتار و اقرا و زبان و در کردار و گفتار و چون انسان نخستین ارتباط او با خالق او هست به عنوان رکن اول ایمان بعد از باور به غیب انسان مؤمن در زبان و گفتار در ارتباط با خداوند چه نشانه ای دارد نشانه انسان مؤمن در زبان و هنگام ارتباط با خداوند یکی از مهمترین و بلکه مهمترین ارتباط انسان با خداوند یا نشانه ای ایمان ای انسان و صفت انسان مؤمن ذکر است و نیایش و دعا بله. به هر پیمانه ای که انسان ارتباط زبانی و ارتباط ذکری و ارتباط دعایی و نیایشی با خداوند داشته باشد دارای صفت والاتر و ارتباط زبانی بیشتر که البته از ارتباط زبانی حاکی از ارتباط درونی هم هست و قلبی نیز هست دعا و نیایش هست از همین منظر است که ما در میان انسان ها اگر بینگریم انبیای الهی و ائمه معصومین علیهم الصلاه و سلام در صدر دعا و نیایش و ارتباط زبانی با خداوند هستند با اینکه نگاه ما ممکن است برعکس باشد بدین معنا که ما اونها را انسانهای بیمه شده از نظر نجات و فلاح و رستگاری میبینیم و نیازمند اون چنانی به دعا و نیایش و ذکر نمیبینیم چون همه اینها چه بسا برای نیازمندان ممکن است نیاز باشد کسانی که در سطوح پایینی بندگی و عبودیت هستند ولی نظر قرآن کریم و اندیشه دینی این نیست بلکه برعکس به هر ای که انسان مقام ایمانی او بالاتر باشد ارتباط زبانی او ارتباط نیایش و ارتباط دعایی و ارتباط ذکری او با خداوند بیشتر است در میان انبیای الهی اون که مقام بالاتر رو دارد ذکر و دعا و توسل او و نیایش او در پیشگاه خداوند بیشتر است حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم اگر در صدر و در جایگاه نخستین ایمان و مقام کمال انسانی قرار دارد بیش از همه ذکر و نیایش در برابر خداوند دارد ولذا قرآن کریم میفرماید فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قوم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا یکی <تصفح> از جاهایی که به پیامبر دستور داده می شود که قرآن بخواند در نیمه شب بله. در نیمه شبانگاه قرآن را بخوان میدانیم که قرآن سخن گفتنی با خداوند است و رد تلل ترتیل و عرض کردم که ارتباط زبانی مورد نظر است در اینجا این طور نیست که در ذهن مرور کند نه بلده. بر زبان جاری کند و بر زبان بخواند تمام شب را نصف شب را یا کمتر از نصف شب را این دستور در به هیچ یک از پیامبران دیگر در قرآن کریم نقل نشده اصل اقل از عبودیت و بندگی اونها از هیچ یک از پیامبران دیگر ما چنین خصوصیت رو ندارند. اونها اهل ذکر بودن اهل دعا بودن و میدانن بینندگان عزیز ما یا شاید من این رو در مسیر بحث اگر فرصتی دست داد خداوند کمک کرد در محضر شما عرض میکنم در زمانی که متن دعاهای قرآنی رو در محضر شما خواهیم خوند یکی از کثیر و دعاترین انبیای الهی حضرت ابراهیم علیه السلام علی نبی سلام است ادعیه ای که قرآن کریم نقل می کند از زبان حضرت ابراهیم بیشترین اون هاست و حضرت نوه نبی علی نبی و علیه السلام و سلام منظور میان است که شما در میان پیامبران الهی اون کسی مقام بالاتر رو که دارد در پساپشت اون این شخص همون کسی است که دعا و نیایشی بیشتر دارد, دارد. ولذا ایام متعلق است به امام سجاد رسالت بردوش نهزت کربلا بسیار بجاست که از شخصیشون یادآوری بشود در میان ایمه معصومین ما و سلام و پیشوایان دینی هر یک میراسی را برای شیعه بر جا گذاشتن دوست. میراس گرونسنگ و قیمتی را شما نهج البلاغه را از امیر مؤمنان علی علیه و سلام میبینید نهج الفصاحه را از پیامبر میبینید و همین گونه میراث فقهی را از و کلامی را از امام صادق و امام باقر علیهم مسلات و سلام میبینیم و میراث کلامی بسیار بسیار که پر قیمت و گران سنگ را که از امام رضا علیه صلات و سلام داریم در میان همه امام علیه و سلام امام سجاد میراث به نام صحیفه سجادیه. سجادیه. برای ما بر جای گذاشته است زیبا. مرد نیایش پنجا و چار دعا در صحیفه سجادیه گرد آمده است که البته این همه دعاهای منصوب به ایشان نیست دلی. یکی از دعاهایی که منصوب به ایشان است دعای سحر یا معروف به نام دعای ابو حمزه سومالی که به انسان جان میدهد و حیات میبخشد روح انسانی رو و من در بازم در متن ادعیه ای که عرض خواهم کرد در محضر شما بزرگواران نمونه های از دعای ابو حمزه سومالی رو در محضر شما عرض خواهیم کرد همچین اوست مناجات خمسه بله بله مناجات خمسه پونزده 15 گانه امام بله. واقعا زیبا و شنیدنی هست بله شما امام سجاد علیه السلام و در اوج عبودیت و بندگی قرار دارد و میدانیم که لقب زین العابدین سید الساجدین به ایشون که داده شده است و مواضع سجده ایشان پینه بسته بود پیشانی کف دستها و زانوها و از ایشون البته این نکته پرسیده شد که شما که این همه عبادت میکنه دایا زیاده نیست به تعبیر من زیادی نیست خیلی بر خود فشار می آورید ایشان نگاه می کند در افق دید خود به جد شمیر مامنان علی علیه السلام می گوید تمام عبادت های من نسبت به عبادت جد امام علی علیه السلام بسیار بسیار ناچیز است بسیار بسیار ناچیز لذا اگر ما امیر مامنان علی علیه السلام را در اوج انسانیت می بینیم در اوج فداکاری در اوج شجاعت در اوج ایثار تمام اینها برگ و سمر و میوه این عرفان و معرفت و این ارتباط نزدیک است که ایشان با خداوند حس می کند انسانی که خود را با خداوند نزدیک می بیند صفات دیگری که در مسیر خواهد آمد انشالله در ارتباط با انسانها در ارتباط با خود در ارتباط با طبیعت بیان خواهد شد تمام اون ارتباط های پسین مبتنی بر این ارتباط ای ایمانی با خداوند است که در زبان انسان جاری می شود و ما می دانیم که از نظر روانشناسی بله. همیشه انسان چیزی را که دوست دارد می خواهد بر زبان بیاورد بله. جز نام محبوب بر زبان نخواهم آورد زیرا که بردن نام غیر محبوب حرام است بر زبانی انسان عاشق و شیفته یک محبوب و... خواستم یک اشاره به همین مبحث روانشناسی داشته باشیم که فرمودید خب مرحله دوم ایمان ایمان اقرار به زبان هست چقدر تأثیر گذار است این بیان زبانی و گفتاری و شنیدن این مطالب چون گاهی انسان یک چیزی رو فقط در قلب خود نگه می و او را ممکن است هیچگاه به زبان نیاورد این کم کم ممکن است از قلب او هم محو شود اما چیزی را که انسان به زبان می آورد نام زیبای خداوند متعال را وقتی به زبان می آورد و همون صوت و صدا را با گوش می شنود کم کم اون سی حاصل می شود در قلب انسان برای تکرار کردن این نام و گفتن اون و عبادت کردن و مناجات کردن چه بسا کسانی هستند که بر این اعتقادند که قلب انسان جایگاه خدا باشد قلب انسان پاک باشد اما زبان لازم نیست که او را بیان کند لازم نیست که در هر جا تظاهر کنیم ما به ایمان و بیان کردن و گفتن بلکه همین مقدار که در قلب باشد کفایت می کند ولی این صحبت شما اشاره به دارد که نخیر باید بیان شود و خداوند هم دستور داده است که دعا کنید مناجات داشته باشید ذکر بگویید که این ذکر رو یاد من باعث می شود که من هم شما را یاد کنم و در قلب شما در دل شما بیشتر جایگاه خداوند متعال وسیع تر و بیشتر قرار بگیرد بله من در تایید فرمای شما ناگزیرم یک گایه از قرآن کریم را یادآور شوم که قرآن کریم می فرماید بالله من الشیطان الرجیم ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین ذکر کن به زبان جاری کن ذکر در اینجا ذکر زبانی است بله. نف میدهد مؤمنین را چون ذکر درونی اگر باشد پیامبر که مؤمنین دیگر نمیشنوند نافع به حال اونها نیست بنابراین ذکر در اینجا منظور ذکر زبانی است ای پیامبر ای مؤمن چون خطاب پیامبر است ولی مربوط به همه است شما خدا را ذکر کنید یعنی اسامی و صفات خدا را و کار نیک را ذکر فاعن ذکر تن فق المؤمنین انسانی که مؤمن هست منظور در اینجا اون ایمان قلبی هست بله. ولی باید این ایمان قلبی بر زبان جاری شود بله. و ما در نحوه آموزشی این روزگارم میخوانیم علاوه بر روانشناسی در شیوه آموزش هم که شما باید یک کلمه را تکرار کنید یعنی بله. بر زبان بیاورید. به گونه ای که بشنوید اون را هم بشنوید ولذا حتی در نماز هم ما برخی از نمازها رو باید جهر بخوانیم نمازی جهر بلد. بلد. یکی از خصوصیاتش این است که جهر خوندن نماز گوش میشنود زبان میگوید و قلبم اون را میپذیرد و تکرار میکند بسیار بسیار یک نمونه زیبا هم هست به عنوان مثال اگر کسی بخواد یک شماره تلفن یا شماره موبایل را حفظ کند با صرف دیدن امکانش نیست و شاید خیلی سخت باشد حفظ کردن اما اگر همون را چند مرتبه تکرار کند زبانی و گوش او بشنود به راحتی میتواند اون را حفظ کند و در قلب خود برای ابد جای نشین کند بله مطالعه جاری کردن بر زبان شنیدن و دیدن یعنی درست. هم باید ببیند انسان هم باید بشنود،, بشنود هم بر زبان جاری. جاری بکند چون اینها با هم داد و ستد و تعامل دارند استقرار ذهنی و ثبات در زمانی پیدا می شود که همه اینها وجود داشته باشد بنابراین اگر برگردیم به اصل موضوع ما به پیمانه ای ایمان ای انسان ها به خداوند یا بفرمایید که یکی از نشانه های ایمان انسان به خداوند آن است که زبان او زبان زاکر است زبان او زبان نیایشگر است و زبان او زبان تزرع است و زبان او زبان خواستن است و طلب و زبان او زبان گدایی زبان زبان فقر در برابر یک غنای مطلق چون انسان هیچ زمان از کسی که او را غنی نشناسد از او چیزی را نمیخواهد انسانی که فقر خود را در مییابد و غنای مطلق اهدیت را در مییابد و جایگاه رفی او را میشناسد خود به خود در برابر او سر کرنش و سر تواضع فرود آورد به همین دلیل است که قرآن کریم انسان ها را در ارتباط زبانی با خداوند در دو مرحله از این موضوع سخن گفته است یک مرحله ترغیب و تشویق انسانها به دعا کردن است یعنی همین قرآنی که دعوت به توحید می کند دعوت به ایمان به غیب می کند همین قرآن انسانها را دعوت می کند به دعا و نیایش بالله. که دعا بکنید نمونه های از این دستورات قرآنی رو من در محضر شما میخوانم در سوره مبارکه بقره 186 خداوند میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب هرگاه بندگانم آدرسی مرا از تو بپرسن که با خدا کار دارم آدرسی برای من بده که با او حرف بزنم و کارم را در میان بگذارم در جواب اونها بگو من نستیکم نیاز به یک قدم برداشتن نیست که شما به صورت فیزیکی قدمی بردارید و عجیب است این سخن بینندگان عزیز اگر قرآن میفرماید و هو معکم اینما کنتم او با شماست هر جا که باشید شاید کمتر دینی اینطور رابطه صمیمی و دوستانه بین خالق و مخلوق. مخلوقش برقرار کرده باشد در بسیاری از ادیان عبادت در جاهای خاصی باید انجام شود و خواستن در جای خاصی باید انجام شود درست است که در فرهنگی دین اسلام عزیز و در قرآن کریم جاهای به عنوان مکانهای مقدس که اجابت دعا مقرون به اجابت است بیان شده است ولی در کنار اون یک حیطه وسیع را در اختیار انسانها قرار داده است و اون هم جا همه مکانی و همه زمانی است دلست. یعنی انسانها همیشه با خدا در هر جایی با خداوند است که ای خدا را بخانی هر زمانی که میخواهی بخوان هر جایی که میخواهی بخوان این طوری نیست که شما محدودیت داشته باشید حتی شما صمیمیترین دوست یا عضو خانواده یا رفیق اگر داشته باشید در همه جا با او نمی توانید این اختیار رو داشته باشید این آزادی رو که بخواهید با او حرف بزنید و با او مطرح بکنید سخنان و خواسته های خود را هیچ کسی حتی پدر حتی مادر حتی همسر حتی فرزند هیچ حتی در میترین دوست شما اینطوری نیست که هر لحظه بخواید به او حرف بزنید و آزاد باشید دلست. چه بسا ممکن است در خواب باشد ممکن است چه بسا در حالت جلسه ای باشد در حال سری کاری باشد یا مشغول تلفنی باشد یا یک کاری بالاخره یک محدودیتی برای وجود دارد که به شما اجازه نمیدهد که در هر لحظه بخواید با او ارتباط برقرار کنید ممکن است در نیمه شبی البته در هر جای نیمه شب خودش بخواهید شما ارتباطی تلفنی با کسی برقرار کنید چه بسا حمل بر بی ادبی شود بله. نه حمله بر دوستی اما صرفان خداوند متعال است که در فقط خداوند است که میگوید می من که بودتوند بودتوند. هر زمانی که بخواهی در هر مکانی که بخواهی میتوانی با من ارتباط برقرار کنی و اداسه سالک عبادی عنی فانی قریب خب صرف نزدیکی کفایت نمی کند اوجیب و دعوت الدعا من پاسخ می دهم درست. هر کسی که مرا بخاند, بخواند من رو استاد به یاد یک آیه زیبا انداخت از قرآن شریف که می فرماید الذین یذکرون الله قیامن و قعودا و علی جنوبهم یکی از نشانه های مؤمنین این هست که خدا رو یاد میکنند بر زبان جاری میکنند نام خداوند را در حالتی که نشسته هستند در حالتی که ایستاده هستند و چه در حالتی که در بستر خواب آرامیده اند ان شاء خداوند همه ما را از جمله مؤمنین و ذاکرین قرار دهد و تشکر از شما و بیانات زیبای شما پیرامون صفات مؤمنین فرصت برنامه به پایان رسید تشکر میکنم متقابلا از همه شما بینندگان خوب برنامه مصباح الهدا در سخن زیبا امام سجاد علیه السلام میفرمایند تعجب میکنم از کسانی که دنیا را که زود گذر است و فانی تلاش میکنند زحمت میکشند و خون دل میخورند برای این دنیا اما سرای آخرت را که جاوید است باقی هست و ابدی هست رها کرده اند به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام دل تو را می دیده تو را می جوید بینندگان عزیز و محترم تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر خدا یار و